درود محمد تماسبی هستم در این قسمت گرداتش میخوام در مورد بیت کوین صحبت بکنم و اینکه بهترین رو روی کرد برای نگاه به بیت کوین و استفاده از اون چی هست خیلی باب شده که در مورد روش های معامله با بیت کوین صحبت میکنم و پکیج هایی فروخته میشه که در مورد نحوه تحلیل بازار و خرید فروش روزانه بیت کوین حالا یا یه مقدار میان مدت تر هست اما با وجود سابقه که در بازارهای مالی و آگاهی که در مورد بازارهای مالی و روشهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و اینها دارم،, دارم هیچ وقت این روش برای من جذاب نبود. خود من توی سال 2016 با بیت کوین آشنا شدم و زمانی بود که همچنان توی ایران بودم. کار ترجمه انجام میدادم و پولهایی رو که از خارج از ایران بود نمیتونستم راحت دریافت بکنم. همیشه باید یه روشی رو پیدا میکردیم. و به خاطر همچنین علاقه که به اوپن سورس داشتم با بیت کوین آشنا شدم و از این لحاظ که یه ارز هست که نهاد مرکزی روی اون نظارت نمیکنه خیلی برای من جذاب بود که این میتونه یه ارزی باشه که هیچ کس برش نظارت نداره هیچ کشوری نمیتونه اون رو تحریم بکنه و هیچ کدوم از تراکنش هاش رو کسی نمیتونه تحریم بکنه چون که نهاد مرکزی یا دولتی برای نظارت بر اون وجود نداره برام جذاب بود و کار باهاش رو شروع کردم و سعی کردم اطلاعاتی رو کسب بکنم در موردش و اوایل حالت یه بازی داشت برای من بیت کوین و از اون برای اینکه بیشتر بفهمم چه, چه کار میشه باهاش کرد استفاده میکردم و سعی میکردم باهاش اگر جایی میشد خرید انجام بدم با اون خرید انجام بدم و خیلی هیجان زده میشدم وقتی یه جا نوشته بود بیت کوین اکسپتت و بعضی پرداخت ها رو با اون انجام میدادم اما این هم روی کرده مناسبی برای بیت کوین نیست بهترین کاری که با بیت کوین میشه کرد این هست که اون رو صرفا نگه داریم یه اصطلاحی هست هادل hold on for dear life یعنی اینکه برای کل عمرتون اون رو نگه دارید و دلیل پشتش رو در این ویدیو سعی میکنم توضیح بدم آشنایی خودم با هادلینگ از طریق پادکستی بود با دکتر سیف, سیف الدین اموس که که یک اقتصاددان هست و نویسنده کتاب The Bitcoin Standard که به خیلی زبون ها هم ترجمه شده جالبه که من توی پادکست میت آرکس بود که با این فرد آشنا شدم و میت آر اکس پادکستی است که دکتر شان بیکر اون رو اداره میکنه و یکی از منابع بسیار مهم و بزرگترین منبع برای رژیم کارنیور هست جالبه وقتی من داشتم بهش گوش میکردم یه چند بار گوش رو چک کردم ببینم واقعا دارم به همون گوش میکنم به همون پادکست گوش میکنم یا نه معمولا دکتر شان بیکر وقتی مهمونی داره ساکت نظرات اونا رو میشنوه و من واقعا دچار این ناباوری میشدم آیا واقعا همون پادکست یا نه و همون پادکست بود و چنان که برمیاد دکتر سیف الدین نموس یکی از طرفداران پروپاکورس رژیم کارنیفور هست دکتر سیف الدین نموس توی یک دیگه از مصاحبهاش که توی همین پادکست میت آرکس هم موجود هست در مورد این صحبت میکنه که خودش مدت بوده که رژیم لو کارب رو دنبال میکرده مثلا همین رژیم های کتو و اینها و بعد مجامع ای رو میبینه روی شبکه های مجازی که رژیم کارنیور رو دنبال میکنن علاقه مند میشه و به دکتر بیکر پیام میده و میگفت که من باید این اعتبار رو برای خودم قائل بشم که به دکتر بیکر پیام دادم و اون پیام موجب کنجکاوی بی دکتر بیکر شد و اونم کارنیور رو امتحان کرد و حالا هم که میبینیم دکتر بیکر یکی از بزرگان رژیم کارنیور هست و خیلی ها پشت سر اون کارنیور شدن و یکی از عوامل بزرگ دیگه همین بود که توی یکی از پادکست های جو روگن حضور پیدا میکنه. خب این یه بخش از فعالیت هستی هست یکی, یکی از یه بخش از تأثیراتش هست که خیلی هم غیر منتظر بود ولی به عنوان اقتصاددان تأثیرات بسیار بزرگی هم در زمینه علاق ایجاد علاق مندی به بیت کوین و هادل کردن یا نگه داشتن بیت کوین داشته یکی از کسانی که تحت تاثیر اون تحت تأثیر کتابش میاد بیت کوین رو یه مقدار بزرگی یه مقدار زیادی بیت کوین میخره و اونها رو نگه میداره مایکل سیلر هست مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی که اون هم منابع بسیار منبع بسیار خوبی در مورد بیت کوین و دلیل پشت هادلینگ هست و پادکست های اون رو هم دارم دنبال میکنم یعنی مسابقه هایی که با اون انجام شده خب برمیگردیم به اینکه که سال 2016 بود که اولین خرید بیت کوین ما انجام دادم و بیت کوین کامل هم نبود یک کسی که از بیت کوین بود موقع بیت کوین 100 هزار... دلار یا 400 هزار ببخشید 400 دلار بود و یکی از حسرتام اینه که چرا همون موقع بیت کوین کامل نگرفتم یکی دیگه یه عامل دیگه هم تاثیرگذار بود که ما یه اکانت پیپلی رو با یکی از دوستان داشتیم اون ام... یه خرید انجام داده بود پول کافی توی حساب نبود که من بیت کوین یه دونه کامل بگیرم و خب آگاهی آنچنانیم از بیت کوین نداشتم و ارزشش در اون زمان کمتر کسی هم میدونست ارزش اصلیش رو و این بود که یه بیت کوین کامل نگرفتم وگرنه الان میلیاردر بودم یه سلامی میکنیم به اون دوستمون که حساب پیپر رو خالی کرده بود احسان نظرم با توه از نه اون یکی احسان اونی احسان کلا توی دوستم احسان زیاده خب بگذاریم از تقصیر دیگران و سال اواخر همین اواخر یعنی اواخر سال 2020 بود که دیگه تصمیم گرفتم هیچ وقت بیت کوینی رو نفروشم و هر مقدار بیت کوین که میتونم بگیرم اگر میتونم 10 دلار هم 10 یورو هم بیت کوین بگیرم اون مقدار رو بگیرم و نگه دارم و دلیلش هم همین پادکست دکتر اموس بود که بسیار قانع کننده بود و من هم مطالبی رو که میخوام در دفاع از این روی کرد بیارم عمدتا از همون پادکست گرفتم و از همون یادداشت هایی که از دوباره گوش کردن اون برداشتم توضیحات رو دکتر اموس از اینجا شروع میکنه که بیت کوین این امکان رو برای ما فراهم میکنه که این نظام پولی رو داشته باشیم شبیه به نظام پولی که مبتنی بر طلا میچرخه و حدود 100 سال هست که ما از داشتن چنین نظام پولی محرومیم تا قبل از این 100 سال گذشته تا قبل از این یه قرن گذشته تقریبا همه اقتصاد دنیا روی معیار طلا میچرخیده بعضی از اقتصاددان ها از جمله همین دکتر سیف الدین اموس بر این باور هستند که نظام پولی مبتنی بر طلا نظام پولی برتری هست چون که توی چنین نظام پولی یه نفر نمیتونه بشینه پای پرینتر یه عدده رو وارد بکنه و هر مقداری که میخواد اسکناس چاپ بکنه همچنین ما سالانه مقدار خیلی محدود میتونیم طلا استخراج بکنیم که اون از اون به عنوان پشتوانی برای سیستم پولی خودمون استفاده بکنیم و به خاطر همین تورم طلا بسیار کند هست و به این سادگی ها هم رخ نمیده اما همینطور که نگهداری طلا و بانکداری مبتنی بر طلا پیچیده تر و پیچیده تر میشه و متمرکز تر و متمرکز تر میشه باعث میشه که طلا از دست مردم بیرون بیاد در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره دولتون رو اداره بکنه و در عوض کاغذ هایی رو به مردم بده و بگه که این کاغذها ها باستاب دهنده همون ارزشی هست که ما در خزانه داریم ما در بانک مرکزی داریم و از اون میتونید برای داده ستت استفاده بکنید چند خرد میگذره و همین پول کاغذی در بعض جاهای دنیا استفاده میشه و فراگیر میشه به تدریج تا اینکه ما به قرن بیستم میرسیم سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع میشه کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای اروپایی که درگیر جنگ بودن شروع میکنن هر چقدر که میخوان هر چقدر که لازم دارن پول چاپ میکنن که از اون پولها برای تأمین هزینه های جنگیشون ماشینالات جنگی و کلا هزینه های سلاح و اینها استفاده بکن و به خاطر همین پول به شدت خیلی سریع ارزشش رو از دست میده توی این کشورها و اونها هم خب درگیر جنگ بودن و خیلی راحت میتونستن تقصیر رو گردن کشورهای مهاجر مندازن و همچنین بر از تخصیل و گردن بانکدارها و کاپیتالیست ها و دار... یا همون سرمایه دارها بندازن. و اینجوری شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکرده یه چیز جالب دکتر اموس توی همین مصاحبه اشاره میکنه که یکی از دلایل کشدار شدن جنگ جهانی اول احتمالا همین بوده که کشورهای درگیر این توانایی رو داشتن که هر چقدر که میخوان پول چاپ بکنن در حالی که مثلا توی قرن 19 به این راحتی این کار ممکن نبوده چون که کشورها مجبور بودن این پول رو از مردم این طلا رو از دست مردم بیرون بکشن و این رو باید از طریق اعمال مالیات انجام میدادن که خیلی پیچیده تر است این هست که صرفا بشنن یه جایی و پول چاپ بکنه این توانایی پول چاپ کردن خیلی به دهن دولت, من دولت مردان شیرین میاد و بعد از جنگ جهانی اول هم به خیالش نمیشن و به معیار طلا باز نمیگردن اینکه ما مجبور شدیم به نهادهای مرکزی یعنی دولت برای چاپ اسکناس اعتماد بکنیم و کل قدرت در دست اونها بود باعث شد که اینها از این اعتماد سوء استفاده بکنن و اون مشکلاتی که گفتیم این تورم بالا رخ بده و توی قرن بیستم ارزهای خیلی قوی هم حتی مثلا دلار آمریکا هم به شدت سالانه ارزشش رو از دست میده با نرخی که در گذشته با گذشته قابل مقایسه نیست این کاهش چشمگیر ارزش پول و این تورم باعث میشه که امکان پس انداز از مردم سلب بشه وقتی که من و شما با درآمدی که داریم میایم امسال یه مقدار رو پس انداز میکنیم سال بعد هم یه مقدار رو پس انداز میکنیم به امید که توی سال بعدش خونه رو با اون نرخی که توی این سال هست بخریم میبینیم وقتی که پولی رو که در نظر داشتیم جمع کردیم اون پول دیگه اون ارزش رو نداره مشکلاتی که این شکل از اقتصاد به وجود میاره باعث شده که یه سری از سیاستمداران توی مثلا آمریکا هم تلاش بکنن و اقتصاد رو به معیار طلا برگردونن از جمله که شون به اسم ران پال این تلاش رو میکنه که موفق هم خب طبیعتا نمیشه وگرنه امروز دنیا طور دیگه ای بود اگر که سیاستمداران در این کار موفق میشدن چنین کاری میکردن این یه راه حل سیاسی برای تورم می بود اما بیت کوین میتونه یه راه حل تکنولوژیک باشه یه راه حل برآمده از دل فناوری باشه که این امکان رو برای ما فراهم بکنه که یک نوع طلای دیجیتال رو در اختیار داشته باشیم که یه نهاد مرکزی برش نظارت نداره و همچنین برای دولت ها هم خیلی سخته که بخوان جلوی اون رو بگیرن حالا این دیجیتال بودنش تفاوت هایی با ارز دیجیتالی که ما مثلا در قالب پیپل داریم یا حتی مثلا کارت های اعتباری و اینها داره خب اینها باز توی همون نظام بانکی کار میکنن چیز جدیدی هم نیستن چیزی هم هست که همین الان هم داره کاملا به صورت پذیرفته شده همه جا استفاده میشه و الان فقط ده درصد پول جایی مثلا مثل ایالات متحده در قالب فیزیکی هست و 90 درصد باقی مانده به صورت دیجیتال هست تفاوتی که بیت کوین با ارزهای دیجیتال داره این هست که رمزنگاری نگاری شده و دولت ها بر اون کنترل ندارن و علاوه بر اون یک شرکت هم اون رو کنترل نمیکنه بلکه برآمده از توافق بین سیستم های مختلفی هست سی پی مختلفی هست که این سیستم رو دارن هدایت میکنن همچنین یه تعداد محدودی از بیت کوین وجود داره نهایت تعداد بیت کوینی که امکان استخراجش وجود داره 21 میلیون هست که تا الان مثلا هولوش 19 میلیون اینها ازش باید استخراج شده باشه و به خاطر اینکه یه مقدار محدود داره خیلی اون رو به طلا باز شبیه میکنه که و حتی اون رو سختتر از طلا میکنه اون 21 میلیون بیت کوین قابل استخراج یک عدد ثابت هست که تغییر پذیر هم نیست همچنین از زمانی که ساتوشی ناکوموتو که اون نام مستعار پشت کسی بود که مقاله آغازین بیت کوین رو نوشت وایت پیپر بیت کوین رو نوشت از زمانی که اون ناپدید شده که فکر میکنم توی هولوش سال 2013 بود هیچ کس موفق به هک کردن بیت کوین نشده و اون مقدار پولی که مثلا ساتوشی داشته اون مقدار بیت کوینی که ساتوشی داشته دیگه جابجا جا نشده تکون نخورده و هیچ کس هم از اون زمان این سیستم رو هک نکرده به این معنا که بخواد تراکنشی رو حذف بکنه تراکنش رو جایگزینش بکنه یا یه سکه رو بیش از یک بار استفاده بکنه هیچ کدوم از این کارها ممکن نبوده پس هیچ ارز دیجیتال یا ارز ملی دیگه وجود نداره که از لحاظ غیر مرکزی بودن و نایاب بودن بتونه روی دست بیت کوین بیاد و یه چیز دیگر هم که باید در مورد بیت کوین در نظر گرفت اینه که ما ممکنه بگیم که تراکنش های بیت کوین مثلا نیم ساعت طول میکشه تا بخواد تایید بشه خب ما با کارت اعتباریمون یه لحظه اینجوری که کارت رو رد میکنیم خرید انجام شده ما توی پیپل کلیک میکنیم این خرید انجام شده حالا پیپل پرفکت مانی یا وب مانی که افراد درون در ایران هم باهاش آشناتر هستن خب این بیت کوین چجور میتونه با اینها رقابت بکنه ما باید بیت کوین رو باز به همین صورت معیار بودن نگاه بکنیم نه یک ارز برای انجام خرید بلکه یک معیار که اقتصاد بر مبنای اون بچرخه و از اونجا که دنیای امروز ما یه دنیای دیجیتال هست بهترین راه, راه حل هم یک راه حل دیجیتال هست و طلایی که در گذشته وجود داشت حالا این سرعت انتقال رو میخوام بهش بپردازم طلا رو حتی همین امروز هم در نظر بگیریم فرض کنید که ما اقتصادمون برگرده به طلا، نظام پولیمون برگرده مبتنی بر طلا بشه یا اگر بخوایم دارایی رو که داریم در قالب طلا ذخیره بکنیم، انتقال اون مثلا به ورثه خودمون سخت میشه، جابجایی اون سخت میشه و انتقالش کلی زمان میبره از یک نقطه به یک نقطه دیگه و وزن خیلی زیادی هم داره این رو مقایسه بکنیم با بیت کوینی که نیم ساعت تراکنشاش طول میکشه انتقال کل دارایی از یک جا به یک جای دیگه فقط نیم ساعت زمان نیاز داره و هیچ وزنی هم نداره و از این لحاظ هم که دیجیتال هست با مختصات امروز دنیای ما بیشتر همخونی داره پس این رو مقایسه بکنید با چیزی مثل طلا یا یه راه های دیگه برای انتقال ثروت انتقال دارایی مثل داشتن ملک ملک که دیگه بیشتر از طلا اصلا واقعا تکون نمیتونه بخوره از جاش و انتقال اون کاملا غیر ممکنه جا به اون و حامل خیلی خوبی برای دارایی نیست حالا باز بیت کوین رو از لحاظ کمیابی مقایسه بکنیم با تلا طلا باز میتونیم استخراج بکنیم مقدار بیشتری رو داشته باشیم اما بیت کوین بر اساس اون قواعدی, قواعدی که در الگوریتمش جایی داده داد شده و اون قواعد ریاضی گرداننده اون بیش از 21 میلیون تولیدش ممکن نیست استخراج بیش از 21 میلیون بیت کوین موجود نیست پس یک کمیابی مطلق داره یعنی اگر که طلا یک کمیابی سخت داشته باشه کمیابی بیتکوین یک کمیابی مطلق هست پس بیت کوین یه پول خیلی سختتر نسبت به طلا هست و اون رو یک معیار قوی تری میکنه هیچ ارز دیجیتال و هیچ ارز ملی دیگه ای وجود نداره که از لحاظ کمیابی و از لحاظ غیر مرکزی بودن بتونه روی دست بیت کوین بیاد وقتی که ما با بیت کوین سر کار داریم دیگه روی یک فرد حساب نمی کنیم روی یک نهاد حساب نمی کنیم بیت کوین در دست کسی کنترلش قرار نداره در واقع چیزی که اون رو کنترل میکنه قواعد ریاضی هست و الگوریتم و برنامه نویسی که پشتش انجام شده و این برنامه نویسی هم به صورت کد باز انجام شده و کدش در دسترس همه قرار داره و اتفاقا این در دسترس همه قرار داشتنش باعث شده که باعث ایمن تر شدنش میشه چون که هر کسی که علاقه من باشه به با اون میتونه نگاه بکنه و اگر ایرادی داره اون رو ذکر بکنه و باز هم گفتیم از زمانی که ساتوشی ناکاموتو غیبش زده هیچ یک از این قواعدش القا نشده و باز همین اوپن سورس بودنش باعث شده که یه سری پروژه های دیگه با الهام از اون با کپی اون کد ها صورت بگیرن به با فورک کردنش صورت بگیرن مثلا لایت کوین این کارو کرده زیکش فکر میکنم خیلی از نوهای بیت کوینی هست که یه سری قواعدش رو عوض کردن مثلا بعضیشون هستن این مشکل رو دارن که بعضی از این ارزهای دیجیتال و اتفاقا رمز نگاری شده این مشکل رو دارن که فکر کردن چون که حالا 21 میلیون یه چیز محدود کنند است و یه چیز بد هست اومدن این 21 میلیون رو برداشتن و مثلا نامحدودش کردن این نامحدود شدنش باعث میشه که اون ویژگیی که ما خواهانش هستیم یعنی اون کمیابی و در مورد بیت کوین اون کمیابی مطلق دیگه وجود نداشته باشه و اون فایدهش رو از دست بده همچنین اون جامعه ای که دوره بیت کوین رخ داده به خاطر اینکه حالا پیشرو بوده در این زمینه باعث شده که دست بالاتر رو نسبت به ارزهای دیجیتال دیگه ای داشته باشه که حتی با کپی تقریبا کامل از اون انجام شده با یه استثناعات کوچیک ولی جامعه که دورش هست اون رو قدرتمند کرده زمان بیشتری که در اختیار داشته باز اون رو قدرتمند تر کرده و با وجود اینکه تکنولوژی های خوبی هم مثل اتریوم یا اتریوم وجود داره و میتونه کاربورت های وجود داشته باشه به خاطر همین که یا این اسکرسیتی یا این نایابی رو ندارن این کمیابی مطلق رو ندارن یا این جامعه دوره برشون تشکیل نشده که جامعه ای که بیت کوین داره این دست بالا رو نسبت به بیت کوین ندارن و الان بیت کوین همچنان یک, یک تاس هست و هم که میبینید قیمتش از همه ارزهای رمز نگاری شده از همه رمز ارزها بالاتره و حالا ما چیکار بکنیم که به این جامعه بپیوندیم و اگر بیت کوین روزی معیار شد بتونیم بیت کوین رو داشته باشیم و از قافل عقب نمونیم امکانات مختلف برای خریدن مقادیر خیلی کم از بیت کوین و حتی کسری از بیت کوین وجود داره خودم هم همین اول پادکست گفتم که یه دونه بیت کوین کامل ندارم بلکه کسری از بیت کوین رو دارم و هر از گاهی ما با مقادیر بسیار کمی که میتونیم از دستش بدیم بیت کوین بیشتری بخریم مقادیر بیشتری بیت کوین خریداری بکنیم به این دلیل هم میگیم با پولی که از دست دادن به هر حال این ریسک وجود داره من با قطعیت هیچ چیزی رو نمیتونم بگم ولی خودم مایل به, متحمل شدن این ریسک هستم که روی این ریسک بکنم که بیت کوین ارز یه طلای معیار بشه یه معیار دیجیتال بشه برای نظام پولی Uh, ولی ممکن هست تکنولوژی بهتری بیاد ممکن هست واقعا هک بشه ممکن هست یه آدمی باهوشتر از سات، ساتوشی ناکوماتو و افراد نابغه که باشون کار میکرده مثل هلفینی یه گروهی رو دست اون بیاد و یه چیزی رو پیدا و یه باگی رو پیدا بکنه که هیچ کدوم از آدم تا الان ندیدن و اون رو حک بکنه یا یه چیزی رو ایجاد بکنه که واقعا از هر لحاظی که گفتیم و هر لحاظی هم که به ذهنمون نمیرسه از بیت کوین بالاتر باشه هیچ کدوم از این احتمالات غیر ممکن نیستن و ممکنه یه روزی رخ بدن ولی اگر که ما میخوایم از بیت کوین استفاده بکنیم به جای معامله روزانه کردن از اون یا کاری که من قبلا میکردم که بخوایم خرجشون بکنیم به جای اون به عنوان یک معیار بهش نگاه بکنیم و اون رو نگه داریم به قیمت های خیلی با مقادیر خیلی این کم پول چون که بسیار والتلیتی یا پویایی بالایی داره بیت کوین بهتره که با مقادیر کم بخریمش مثلا از 65000 میاد 60 هزار از 60000 میاد س... اه... به تدریج حالا 50000 این تدریج 10000 دلار هست 50000 به 40 هزار الان 32000 اینا باید باشه توی مدتی که این ویدیو رو ضبط میکردم قیمت رو ندیدم و شاید تو همین مدت هم تغییری کرده باشه پس به خاطر پویایی بالاش ما مقادیر خیلی کم رو باید خریداری بکنیم مثلا من خودم وقتی که پولی دستم میاد مثلا پول یه پروژه دستم میاد پنجاه یوروش رو میتونم بذارم کنار به جای این که اون رو پس انداز بکنم ده یورو ده یورو توی زمانهای مختلف بیت کوین میخرم و در زمان ضبط شدن این ویدیو همین الان یه زمان خیلی خوب یه فرصت خیلی خوب برای خریدن بیت کوین هست چون که بیت کوین به 65 هزار تا رسیده بعد از اونجا قیمتش پایین تر اومده و چون که به اون سقف رسیده احتمال اینکه که بتونه دوباره اون مسافت رو طی بکنه و به اون نرخ برسه زیاد هست پس میتونید و الان قیمت پایین خیلی پایین تری از اون مقدار اولیه هست تقریبا نصف اونه از نصف هم کمتر میتونید با سرمایه که میتونید روش ریسک بکنید سرمایه که میتونید مثلا به عنوان پس اندازه کسری از پس اندازتون بیت کوین بخرید کسی از بیت کوین رو بخرید و اون رو فقط نگه دارید و اون رو این خیلی مهمه اصلا اگر داشتم نکرده بودم داشت فراموش هم می این هست که بیت کوین رو اگر که مثلا از بایننس نمیدونم کوین دسک حالا چیزهایی که توی ایران میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم از طریق واسطه های پرفکت مانی خریداری بکنیم این حالا دو تا امکاناتی که با برای کار برای ایرانی هم ممکن هست یا از هر طریقی دوست و رفیق آشنا شما میتونید بیت کوین توی صرافی های معتبر بخرید به همون صرافی های معتبر هم باز اعتماد نکنید چون که اگر که شما بخواید بیت کوینتون رو توی صرافی ها نگه دارید انگار که این مزیت بیت کوین رو از بین بردید که مزیتش اینه که در دست یک نهاد خاص نیست پس اون رو به کیف پول بیت کوینتون که خودتون مثلا با برنامه بیت کوین کور درست کردید یا با برنامه الکتروم درست کردید بیت کوین کور رو خیلی پیشنهاد میکنم که خودم دارم بهش مهاجرت میکنم به اونجا انتقال بدید نذارید توی دست صرافی بمونه چون که حتی اگر صرافی صادقی هم باشه به حال احتمال ورشکست شدنش وجود داره چنانکه این اتفاق رخ داده یا بعضیاشون پول ملت رو بالا کشیدن و دلایل مختلف و راه های مختلفی برای سوء استفاده اونها وجود داره پس از یه صرافی معتبر استفاده بکنید که میدونید توی کوتاه مدت نمیخواد پولتون رو بالا بکشه و بیزنس کردن براش مهمه اونجا خریداری بکنید ولی در اولین فرصت ممکن اونها رو تا اینکه مقدارشون خیلی زیاد نشده به کیف پول حقیقی بیت کوینتون انتقال بدید و اون رو در قالب اون نرم افزار نگهدارنده کیف پول خودتون نگه دارید و همیشه ازش حفاظت بکنید مبانی پشتش رو هم خوب یاد بگیرید که یه موقع اشتباهی نکنید و کل بیت کوین رو از دست بدید امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.